درود بر شما پوران پوراقبال هستم روان درمانگر مشاور بالینی و جامعه شناس و امروز بخش دیگر از بهداشت روان رو برنامه بهداشت روان رو در آیه تیوی اجرا می کنم و موضوع صحبت ما مسئله اعتماد به نفس در کودک و نوجوان هستش فقط ذکر میکنم که وقتی حرف از کودک و نوجوان میزنیم افراد بین صرف تا 19 رو مد نظر داریم و از اون طرف هم یه مقدار بیشتر میخوایم نگاه بکنیم ببینیم چه مسائلی تو مغز این افراد میگذره و اصلا حس اعتماد به نفس چی هستش از خودتون بپرسین که چقدر شما فرزندتون رو باز دوباره میگم صرف تا 19 با دیگران مقایسه میکنید چقدر به ایشون میگین که دیگران بهتر درس میخونن بهتر هستن یا نیستن چه استانداردهایی برای فرزندتون میذارین و آیا این استانداردها رو مرتب بالاتر میبرید و بیشتر میکنید یا نه از خودتون بپرسید چقدر به کودکتون میگین که باید موفق باشه و میدونین که موفق میشه و حتما که موفق میشه و نباید شکست بخوره و چقدر به کودکتون میگین که اوکی هستش که اگر هیچکی تو رو دوست نداشته باشه تو مرسه ما تو رو دوست داریم و یه مقدار تمجیدهایی که گاهی اوقات الزامن اعتماد به نفس نمیده حالا راجع به صحبت میکنم ببینید ما روشی داریم به اسم روش تشویق یا encouragement encouragement encourage کلمه لاتینش هست یعنی قلب دادن وقتی ما تشویق میکنیم کسی رو بهش قلب میدیم جرأت میدیم امکان میدیم فضا میدیم راه میدیم برای یادگیری برای خطا کردن برای تجربه کردن برای گفتگو کردن و برای به اصطلاح به دست آوردن یه سری شرایط ولی از اون طرف ما یه کلمه هم داریم تو انگلیسی به اسم دیسکارجمنت وقتی که کسی رو دیسکارج میکنیم یا سرخوردش میکنیم تشویقش که نمیکنیم هیچی اون قلب رو ازش میگیریم اون جرأت رو ازش میگیریم و همین دو تا موضوع بحث اصلی اعتماد به نفس در کودکان هستش کودک و نوجوان روز روزگاری بود که ما پدر مادران تصمیم میگرفتن برای ما و هرچی که اونها میگفتن ما باید گوش میکردیم امروز ما رسیدیم به روز روزگاری که فرزندان هرچی میگن ما باید گوش بکنیم و خیلی خانواده فکر میکنن که از طریق دادن آزادی بی حد و مرز و امکانات دادن کمک میکنن که فرزندشون اعتماد به نفس به دست بیاره حال خوبی داشته باشه و پیشرفت کنه ولی الزاما اینطوری نیست اندازه حد اندازه آزادی حد و مرز داره آزادی دادن حد و مرز داره و تو اون حد و مرز تو اون چارچوب ها تو اون استاندارد های سالم هستش که با قلب دادن به کودک اگر همراه باشه باعث میشه که کودک ما فرزند ما حال خوبی داشته باشه بتونه بره جلو تجربه کنه پیشرفت کنه یه سری عواملی هستش که توی به وجود آوردن حس ارزشی در کودک یا فرزند ما کمک میکنه و ما نمیخوایم به اونجا بریم ولی معمولا اگر این کارها رو میکنیم بدونید که حس ارزشی دارین به وجود میارید اون درجی که کودک نیازهاش گرفته بسیار دیده نشده شنیده نشده نیازهای فردیش به برای خود بودن برای بودن با خود برای داشتن وقت برای خود داشتن فضا برای خود داشتن حق انتخاب انتخاب کردن نوع لباسش انتخاب کردن چه وقتی میخواد چه درسی رو بخونه انتخاب کردن دوست اون درجه که فرد این نیازها رو نمیگیره خب یه حال خوب به وجود نمیاد و درجه که کودک ما فرد نوجوان ما قضاوت میشه و برچسب میخوره و یا اینکه با حس گناه دادن ما میخوایم اینها رو با, با کاری بکنیم که به حرفمون گوش بدن حس گناه دادن بزرگترین مشکلی است که حس بی ارزشی تو کودک ایجاد میکنه و حس اعتماد به نفس رو از بین میبره اونجایی که ما نمیتونیم تفاوت بگذاریم بین رفتار کودک و هویت کودک رفتار کودک میتونه نابهنجار باشه ناسالم باشه ولی کودک ما فرزند ما فرزند ما و هویتش و شخصیتش نباید زیر سوال بره و اونجایی که شخصیت کودک ما فرزند ما زیر سوال میره بی احترامی بهش میشه و پیام های منفی از ما میگیره اونجاست که حال خوبی وجود نداره که اعتماد به نفس هم وجود نداره و تعداد دفعاتی که تو مسائل مختلف مشکلات مختلف ما اومدیم و سعی کردیم راه حل برای فرزندمون پیدا کنیم بدونی که از ایشون نظر بخوایم که خودش چی فکر میکنه و خودش چه کار میتونه بکنه اونجاست که باز اومدیم اون پایه های حرمت نفس و یا اعتماد به نفس کودک رو خراب کردیم حالا چی کار باید بکنیم؟ میخوایم که برعکس عمل کنیم میخوایم که اون قلب دادن رو تمرین بکنیم قلب دادن یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما فرزندمون میاد از چیزی ناراحت هستش به جای اینکه بیایم براش راه حل پیدا بکنیم ازش بپرسیم خب حالا که اینطوری شده چی فکر میکنی بهتره انجام بدیم؟ چه راه حلی برات کار میکنه؟ وقتی که اینجوری صحبت بکنین اینجوری پرسش بدین و اینجوری گوش بکنین فرزند میاد فکر میکنه تو مغز اتفاقات جالبی میافته. اون تعاملات بین قسمت راست و مغز چپ شروع میکنه به, به کودک یاد میده یه راهلایی براش به وجود میاره که براش کار میکنه و در حقیقت اومدیم به فرد کمک کردیم که از اون قسمت پشت مغز که قسمت فایت فلایت اند فریز یا قسمت فرار و قرار هستش و احساس خطر میده از اون قسمت ما کمک کردیم که فرد بیاد به طرف مغز پشت پیشانی قسمت پری فرانتال و این قسمتی که قسمت تفکر قسمت تعقل قسمت برنامه ریزیست و راه حل پیدا کردنه ببینید ما نمیخوایم که کاری بکنیم که فرزندانمون رو به طرف انسانهای به طرف جایی ببریم که انسانهای بی حرکت یا غیر فعال یا منفعل باشن ما میخوایم که فعالیتی بکنیم کاری بکنیم که فرزندانمون در آینده بتونن زندگی خودشون رو پیش ببرن بدون کمک ما حالا ما هستیم اگر کمک بکنیم چه بهتر ولی میخوایم که اونها فکر مبتکر داشته باشن فکر خلاق داشته باشن و جلو برن در نتیجه اگر میخوایم این چیزا رو داشته باشیم باید بیشتر فکر کنیم که چه جوری حس خوب اعتماد به نفس به فرزندمون میدیم نه از راه تم نه از راه ستایش نه از راه به وجود آوردن افرادی خودشیفته بلکه از راه کمک کردن به اینکه حس همدلی و هم نوعی داشته باشن با دیگران و خود رو هم دوست بدارن اگر علاقمند بودین با ما تماس بگیرین جلسات هفتگی داریم در مورد اعتماد به نفس و رشد حرمت نفس در کودک و نوجوان و خانواده و در خدمت تو خواهیم بود با آریاتابی تماس بگیرین و روز و روزگار خوش امیدوارم که راهکار داده باشم مرسی خدا